سلام، با ما همراه باشید با خلاصه خبرهای امروز. محمود احمدی نژاد رئیس دولت ایران میگوید آن عده که از ابتدا منکر تأثیر تحریم‌های بین المللی بر کشور بودند حالا نظری کاملا مخالف دارند و دولت را مقصر می‌دانند. به نظر می رسد این سخنان احمدی نژاد پاسخی باشد به انتقادهایی که نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به عمل کرده دولت در پرونده هسته‌ای مطرح کردند. به گزارش ایرنا، احمدی نژاد گفته است در آینده به موضوع تحریم‌ها و تأثیر آن بر کشور پاسخ می دهد. او که در حاشیه افتتاح طرح انتقال خط آهن تهران تبریز سخن می گفت تأکید کرد اکنون نمی خواهد به موضوع مذاکرات هسته‌ای بپردازد، چرا که این موضوع مسئول دارد. البته احمدی نژاد خود قبلا قطعنامه های تحریم ایران را کاغذ پاره توصیف کرده بود. دولت محمود احمدی نژاد پیش از این از تلویزیون ایران خواسته بود امکان پاسخگویی به انتقادات نامزدهای انتخابات در برنامه‌های تلویزیونی را برای آن فراهم کند، اما این درخواست تا کنون بی پاسخ مانده است. دفتر آیت الله جلال الدین طاهری امام جمعه مصطفی اصفهان با صدور اطلاعیه اعلام کرد که مراسم ترحیم آیت الله طاهری در هیچ شهری بجز نجف آباد اصفهان برگزار نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری های ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله طاهری، این اطلاعیه برخی از حواشی ایجاد شده و آسیب های وارد شده به برخی افراد بیگناه در جریان برگزاری مراسم تشییع پیکر آیت الله طاهری را دلیل این تصمیم عنوان کرده است. در این اطلاعیه آمده است که آیت الله طاهری در وصیت نامه خود خواسته است مراسم تشییع و ترحیم ایشان با آرامش و بدون آسیب رساندن به شهروندان برگزار شود. آیت الله سید جلال الدین طاهری اولین امام جمعه اصفهان و از منتقدان جدی نظام حاکم بر ایران بود که 12 خرداد گذشته به علت مشکلات تنفسی درگذشت. محمد تقی سهرابی مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما اعلام کرد در صورت موافقت کمیسیون تبلیغات و همچنین تقاضای نامزدهای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری، این سازمان آمادگی برگزاری 4مین مناظره را دارد. آقای سهرابی علت این اعلام آمادگی را درخواست مردم و برخی نامزدها عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری مهر او گفته است پس از برگزاری 3مین مناظره برخی نامزدها احساس کردند که باید توضیحات بیشتری در مورد بعضی مسائل مطرح کنند. مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما گفته تصمیم گیری در این مورد با کمیسیون تبلیغات است و صدا و سیما نمیتواند به تنهایی در این مورد تصمیم بگیرد. تا کنون 3 مناظره میان کاندیداهای ریاست جمهوری در روزهای 10، 15 و 17 خرداد ماه برگزار شده است. در آغاز 3مین مناظره محمد قرضی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواستار برگزاری 3مین مناظره شده بود. دادگاه رسیدگی به اتهام‌های محمد حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر در پرونده قتل تظاهر کنندگان روزهای انقلاب امروز دقایقی پس از آغاز به زمان دیگری موکول شد. به گزارش خبرگزاری الشرق الاوسط، این اقدام به دلیل شلوغی سالن دادگاه و عدم توانایی قاضی در برگزاری جلسه صورت گرفته است. دلیل شلوغی دادگاه حضور ده‌ها وکیل خانواده‌های قربانیان، برخی اعضای خانواده‌ها و خبرنگاران بود است. مبارک پیشتر در این پرونده به حبس ابد محکوم شده بود، اما دادگاه تجدید نظر با ابطال حکم به دلیل وجود مدارک جدید دستور اعاده دادرسی صادر کرد. نظام حسنی مبارک حدود 2.5 سال پیش در انقلابی مردمی سرنگون شد. برخورد پلیس و نیروهای امنیتی با تظاهر کنندگان انقلاب دست کم 850 کشته و حدود 6000 زخمی بر جای گذاشت. خارتوم پایتخت سودان صبح امروز شاهد تظاهرات اعتراض آمیز 10 نفر از مردم بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای پلیس برای متفرق کردن تظاهر کنندگان از گاز اشکاور استفاده کردند.
معترضان ساکنان مناطق شمال خارتوم هستند که به دلیل ساخت یک سد خانه هایشان را دولت تخریب کرده است. آنها میگویند دولت پولی که قرار بود در ازای تصاحب خانه هایشان بپردازد را هنوز پرداخت نکرده است. وزارت امور خارجه ایران حمله انتحاری روز گذشته به اتوبوس حامل زائران ایرانی در عراق را محکوم کرد. این حمله که عصر روز گذشته در حوالی شهرک المقدادیه در شمال بغداد روی داد، منجر به مرگ دست کم 14 شهروند ایرانی شد. بر اساس گزارش ایرنا، عباس عراقچی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با توصیف این حادثه به عنوان اقدامی کور و ناجوانمردانه و مغایر با اصول انسانی و اسلامی عاملان آن را گرفتار در توطئه بیگانگان نامید. به گفته او دولت ایران حق خود در پیگیری قانونی و حقوقی از حامیان تروریست ها را محفوظ می داند و نسبت به آن اقدام خواهد کرد. آقای عراقچی همچنین بر مسئولیت دولت عراق در حفاظت از جان زائران ایرانی تاکید کرد. او گفته از جمهوری اسلامی ایران این موضوع را به طور ویژه از مجاری دیپلماتیک با طرفهای عراقی پیگیری می کند. جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از مصوبه این کمیسیون برای محول شدن تکالیف ارزی شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی خبر داد. او این مصوبه را در جهت تأمین نظر شورای نگهبان عنوان کرد. مطابق این مصوبه همچنین تعیین نرخ ارز نیز به بانک مرکزی واگذار شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان 19 ایراد به مصوبه مجلس در بررسی لایحه بودجه 92 گرفته بود که کمیسیون تلفیق در بررسی این ایرادات تعیین نرخ ارز را به بانک مرکزی سپرد. ممنون از اینکه با این بخش خبری همراه ما بودید. مشروع خبرها در ساعت 21 به وقت تهران.